کاری که ممکنه این پریمیوم که داشت کار خودشو میکرد بریک نمیکرد اصلا در واقع پروسه رندر رو. منتها من درست نشیدم، شاید اینو شما گفته باشید شاید هم نگفته باشید، ولی ما کاری که کردیم گفتیم که خب شما اگه میخوای نمایشی رو نشون بدی، اگه میخوای اد نشون بدی، ببخشید این اد مثلا اشتباه نمیشد یه دونه دی داره، اگه میخوای تبلیغ نشون بدی این تبلیغ رو نشون بده، رندر رو بریک نکن. شما بگو خب به یه کلاس دیگه، به یه جای دیگه، یا به یه متد دیگه بگو برو تبلیغ نمایش بده، یه چیز دیگه هم رندر کن کنار این. ولی شما وقت یا اینجا نشون بده که یا این اینترفیس غلطه، یا این رندر داره اصلا چیز خیلی اشتباهی رو داره فورس میکنه، یا اینکه شما دارید یه کار اسمارتی رو میکنید، در نتیجه یا اینترفیس رو درست کنید یا به یکی دیگه بگید برید تبلیغ نمایش بدید، یا مثلا تبلیغ صوتی پخش کن، یا حالا هر کاری که میخواید بکنید. و در نتیجه نباید شما اخلالی ایجاد بکنید در کار سوپر کلاس، یا اینکه سوپر کلاستون اشتباه اون رو درست بکنید. خب حالا میرسیم به حرف 4 رو، یا حرف آی توی اینترفیس سگریگیشن، که این در واقع مخففش میگه جدا سازی اینترفیس ها. و باز آقای مارتین یه جمله رو ازشون من استفاده کردم، اینه که به کلاینت هاتون نباید مجبورشون بکنید این اینترفیسی رو استفاده بکنن که ازش استفاده نمی کنن. این مثال جز مثال هایی که من توی اندروید زیاد دیدم نمونش رو، یعنی توی حتی استفاده های روزمره ازش زیاد دیدم. یعنی شما مثلا یه سری این به خاطر اشتباه توی طراحی اینترفیس ها اینترفیسی رو طراحی میکنیم و ایمپلمنتش میکنیم تو کلاس های مختلف که توش هیچ کاری انجام نمیدیم. مثال این یه مثال عینیه از یه نمایش ویژواله از اینکه چرا اینترفیس سگریگیشن اشتباهه، چون که برای یه ورودی چند تا خروجی داره و یه سری شخصا بدون استفاده میمونه. حالا اینا تو دنیای برنامه نویسی باید فرض بکنید، نه توی هاب یو اس بی که کارش هم یو اس بیه، یعنی باید چند تا یو اس بی داشته باشه. مثال اینیش توی برنامه نویسی اندروید رو بخوایم با هم نگاهی بکنیم اینه. این نمونه خیلی معروفه که شما مثلا فکر کنید یه باتن رو ازش آبجکت میگیرید و یک کلیک لیسنر ازش در واقع ستان کلیک لیسنر میکنه، یا مثلا میاد یه سری ایمپلمنت یه سری یه دونه فکر کنید یه اینترفیسی میسازید بالا سر تمام ایونت های خود باتن، میگید که من میخوام همه ایونت های باتن رو خودم هندل کنم. کلیک لیسنر داره، آنلاین کلیک لیسنر داره، آن تاچ داره، یه سری ایونت دیگه هم داره. شما وقتی که مجبور بکنید یه کلاسی رو یه سری اینترفیسی رو ایمپلمنت بکنه که ازش هیچ استفاده ای هم نکرده، مثلا لانگ کلیک لیسنر رو ایمپلمنت کرده ولی هیچ کاری نمیکنه چون نمیخواد هندلش بکنه، تاچ رو ایمپلمنت کرده ولی خب هیچ کاریش نمیکنه. این در خلاف اصل در واقع اینترفیس سگریگیشنه. یعنی شما کسی رو مجبور کردید یه سری اینترفیس بیخود، یه کد اضافه است، یه کدیه که کامپایل میشه براتون بایت کدش ساخته میشه میره توی ای پی کی و هیچ کاری هم نمیکنه، یه چیز بیخود به درد نخوریه. حالا ما اگه بخوایم این رو درستش بکنیم چجوری میتونیم اینو بهبودش بدیم؟ این یکی از احتمالا نمونه‌های واضحه که جواب دادن بهش راحته. شما اگه بخواید اینو درستش بکنید چجوری میاید درستش میکنید؟ من چند دقیقه ساکت خواهیم است. ما نباید کسی رو مجبور بکنیم اینترفیس رو ایمپلمنت بکنه که ازش استفاده نکرده. این اشتباه ما در طراحی اینترفیس بوده و یه راه حلش میتونه باشه که ما چند تا اینترفیس ایمپلمنت بکنیم. بگیم خب ما برای کلیک لیسنر یه دونه داریم که یا آن کلیک یه ویو رو میگیره بایند میشه به کلیک لیسنر، برای آن لانگ کلیک لیسنرش یکی دیگه، برای تاچ یکی دیگه، هر چند تا که لازم داشته باشیم به تعدادش اینترفیس های مختلف میسازید. و این هیچ ایرادی نداره که شما تعداد این اینترفیس هاتون البته در حد معقول ولی خب زیاد بشه، برای اینکه شما دارید قراردادهای مختلفی رو میسازید، میگید اگه میخوای این کارو بکنی اینو استفاده کن، اگه میخوای این کارو بکنی اینو استفاده کن، مجبور نمیکنید یک کلاس رو کارهایی رو بکنه که هیچ استفاده ازش نمیکنه. و در نتیجه سایز کلاسی هم که میسازید کوچیکتر میشه. خیلی 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 راحت بخوام بهتون بگم یه دونه کلاس، همین جلسه که تموم شد میتونید یه دونه در واقع
پروژه جاوای خیلی کوچولو بسازید، یه دونه فانکشن مین بسازید و توی اون فانکشن یه دونه کلاس جدید بسازید، سه تا اینترفیس رو همزمان با هم مجبور بکنید استفاده بکنه. کامپایل بکنید، برید بایت کدش رو نگاه بکنید، بعد بیاید این اینترفیس رو درستش بکنید، بکنید مثلا دو تا متد داشته باشه، یه دونه متد داشته باشه، دوباره کامپایل بکنید، برید دوباره فایل دات کلاستون رو نگاه بکنید، ببینید سایزش تغییر میکنه، اون دات کلاس ها تبدیل به دات تکست میشه و بعد براتون تبدیل میشه به کدی که توی در واقع اندروید ماشین رام میشه، به آرت میاد همون رو براتون رام میکنه، در واقع کد ای پی کی تون کوچیک‌تر میشه. آخرین موضوعی که توی سالید هست و میخوام روش صحبت بکنیم دی یا دیپندنسی اینورژنه، که یه سری ها من جمله خود من قبلا فکر میکردم که این دیپندنسی اینجکشنه و فرق دیپندنسی اینورژن و دیپندنسی اینجکشن رو هم خیلی نمیدونستم. خیلی هم اینجا الان جاش نیستش که بخوایم بحث تفاوت اینها رو بکنیم و تو واقعیت کجا استفاده میشه و اینها، ولی به صورت کلی بگیم دیپندنسی اینجکشن اسمش روشه، وارد کردن در واقع اینجکت کردن چیزایی که یه کلاس بهش نیاز داره، ولی دیپندنسی اینورژن توی سالید به اصطلاح دو تا اصل خیلی مهم داره. یکی اینه که میگه که کلاس‌های های لول شما نباید راجع به کلاس های لو لولتون هیچی بدونن، نباید از نوع ایمپلمنتیشن کلاس های لو لول شما اطلاع داشته باشن. و اصل مهم دومش که ابسترکت، میگه که ابسترکشن نباید به جز، وقتی که شما میخواید یک کلاسی رو های لول بنویسید به هیچ عنوان نباید به جزئیات وابسته باشید. اگه این اتفاق افتاد این کلاس های لول من این کارا رو بکنه، اگه اون یکی اتفاق افتاد این کارا رو دیگه رو بکنه، این اصلا شما دیگه در واقع نه یک کلاس های لولتون نمیتونه دیگه های لول باشه، برای اینکه داره به جزئیات وابسته میشه. حالا یه تصویر ویژوال خیلی جالبی از این توی اینترنت هست از این دیپندنسی اینورژن، اینه که میگه که شما وقتی که میخواید یه دونه چیز بسازید، یه دونه به اصطلاح پیریز برق بسازید، نمیگید که هر کسی که اومد اینو وصل کرد به در واقع اون دستگاهش رو وصل کرد به پیریز برق، من میام با لحیم وصلش رو میکنم به هم، نه خب این کارو نمیکنید، میخواید هر موقع خواستید این در واقع پیریز جدا بشه، یه پیریز دیگه بیاد وصل بشه، اصلا پیریز از شرکت دیگه باشه، از کشور دیگه، برای شما اینا مهم نیست، برای شما یه پیریزی دارید که میگه هر کسی که این خواص رو داشته باشه من بهش برق میدم، همین، لحیم کاری نمیکنید اون وسط. این دقیقاً دیپندنسی اینورژن، یعنی کلاس های لول نباید راجع به جزئیات و دیتیل و نوع ایمپلمنتیشن یک کلاس براش مهم باشه، نباید بیاد بگه که این پیریز چون که مثلا از جنسش پلاستیکه من بهش چیزی نمیدم، برق نمیدم، مثلا چون شیشه ایه بهش برق نمیدم. این نمونه عینیه. حالا ما میخوایم ببینیم که این دیپندنسی اینورژن رو چجوری، چه اتفاقی ممکن افتاده باشه که این وایولیت شده باشه، در واقع رعایت نشده باشه. من ببخشید یه لحظه وایس ریکوردرم کنم. یه کلاس خیلی ساده از شما خواست، من صدای خودم رو میشنوم، فکر کنم درست شد. ما یه کلاس که در موقع پروژه از ما خواسته شده بنویسیم، که توی این که در موقع پروگرام ها چیزی که پروگرام هایی که یه دونه یه مهندس میاد اینا رو چیزش میکنه، برنامه هایی که میاد منیجش میکنه رو داریم مینویسیم، یه کلاس می نویسیم، یه فانکشن توش داره به اسم work که در واقع پروگرامه می رویم، یه کارهایی که بهش، یه کدی رو که بهش داده شده رو اجرا می کنه. یه کلاس هم داریم به اسم engineer که یه object از نوع پروگرامر داره، یه ستر داره، ستر خیلی ساده، و این پروگرامر ما، این engineer ما میره وقتی که هر موقع کسی بهش بگه برو کاراتو منیج کن، یه پروگرامر صدا می زنه میگه برو این کارا رو برای من انجام بده. یه مهندس خیلی باهوشیه که کاراشو دلگیت کرده به یه نرم افزاری. حالا این در تضاد با اصل dependency inversionه. چرا در تضاد با dependency inversion؟ من یه چند دقیقه منتظر میمونم ببینم که اشاره میکنید. آرش فقط وسطش باید یه چند سب کنی که من ما این وقت وایس رو قطع میکنیم که اکو نشه موقعی که یکی دیگه داره صحبت میکنه، صدای تو نداریم اون دست یاد. کسی نظری داره که اینو چجوری فیکسش کنیم؟ مشکلش اصلا چیه کلا الان؟ به چی دیپنده دقیقا این وسط؟ یکی دیگه فکر کنم به راحتی قبلی نیستش، اگه میدونید میخواین جواب بدین جواب بدین. وایس یه لحظه یکی از بچه
حدس خوبیه، ولی فکر کنم پروگرام هیچ وقت نار نیست. خب دیگه کسی دیگه ای نظر دیگه یکی اون بر هستش یه چند لحظه تا بچه ها چیز رو ببرن اون سمت بهشون بده. الان میاد اونجا بهت میده. دقیقا درسته، دقیقا درسته، شما به مشکل اشاره کردید و همینه. کلاس انجینیر ما وابسته است به کلاس پروگرام. یعنی اگه ما مدیر بالا سر یه انجینیر بیا بهش بگی که خیلی خوب حالا ما یه چیز دیگه هم داریم، یه مثلا فکر کنید یه به جای پروگرام میگه خب شما از این بعد قراره کار X هم انجام بدید، یا مثلا قراره یه به قول شما پروگرام 2 هم اجرا بکنید، این انجینیر با کلاس فعلیش دیگه نمیتونه این کارو بکنه. اگه بخواد این کارو بکنه راه حلش چیه؟ اینه که بیاد یه فیلد دیگه هم بسازه، بگه پروگرام 2 هم برای من داشته باش و بگه خب وقتی منیج کردی پروگرام 1 دات ورک پروگرام 2 دات ورک، دوپلیکیشن داره اتفاق میفته به اصطلاح. دیپندنسی اینورژن اینجا خیلی به درد میخوره. دیپندنسی اینورژن ببینیم راه حل فیکسش رو ببینیم، حالا من اول یه ذره توضیح میدم. دیپندنسی اینورژن میگه که شما وابستگی های یک کلاس رو تا جایی که میتونید پشت کلاس های کلی قایم بکنید، پشت کلاس های های لیول قایم بکنید. مثلا برای انجینیر میخواد یه سری کار انجام بده، برای این انجینیر احتمالا مهم نیستش که این کار از جنس X یا از جنس Y. برای این دقیقا چیزی که شما گفتید، اگه قرار باشه یه سری چیز جدید اضافه بشه، این انجینیر مجبور کد دوپلیکیت بکنه برای خودش. راه حلش چیه؟ میگه خیلی خوب من یه اینترفیس میسازم، اسمش رو میذارم آی پروگرام و ایمپلمنت، یه دونه متد هم داره که ورک. من قراره مثلا یه روز اولی که وارد شرکت شدم فقط کار پروگرام رو انجام بدم. اوکی، پروگرامر هم ایمپلمنت میکنه آی پروگرام رو و هر موقع لازم باشه صدا میزنم و میگم که اینو اجرا کن. و وقتی که کلاس دومی که مثلا به من در واقع داده میشه برای انجام دادن، اسمش رو میذارم سوپر پروگرام، یه کار سخت‌تریه. این هم دوباره ایمپلمنت میکنه آی پروگرام رو و یه متد ورک داره و کلاس انجینیر من دیگه وابسته نیست به یک کلاس خاص، وابسته است به یک اینترفیس که ایمپلمنتیشن های مختلف اون اینترفیس پشتش قایم شدن. براش مهم نیستش که این چه کی در واقع در میگه که من وابسته نیستم به ایمپلمنتیشن یک کلاس، من فقط یه قرارداد دارم، قرارداد آی پروگرام. حالا شما هر جوری که دوست داری برو اینو ایمپلمنتش کن، من فقط میگم برو ورک صدا میزنم، برو صدا این کارو این ورک رو انجام بده و میبینید که پروگرام تبدیل میشه به آی پروگرام و حالا سترش کار خودش انجام میده، اگرچه این ستر باید بهبود داده بشه، باید اینجکت بشه، ولی کاری نداریم با اون موضوع. فکر میکنیم هنوز به دیپندنس اینجکشن اصلا مطلع نیستیم. پروگرام رو ست میکنیم براش و میگیم که پروگرام دات ورک. یا اگه یه روز دیگه گفتن آقا شما یه لیستی از کارا رو باید بکنید، یعنی به راحتی میکنید آر آی لیست اف پروگرام و یه لوپ. بله بله. دقیقا موضوع درستیه و دقیقا همینه. خلاصه لپ ماجرا اینه که میگه که یک کلاس های لول شما، کلاس انجینیر شما نباید وابسته باشه به یک کلاس خاص، نباید وابستش بکنید به پروگرام، نباید وابستش بکنید به سوپر پروگرام. وقتی که میبینید دارید کد دوپلیکیت میکنید، این نشون میده که شما یک دیپندنسی اینورژنتون رو احتمالاً رعایت نکردید که مجبور شدید این کارو بکنید. میتونید ایمپلمنتیشناتون رو قایم کنید پشت یک اینترفیسی یا پشت یک قراردادی و بگید که هر کسی که این قرارداد رو رعایت کرده من ورک رو روش صدا میزنم، کاری ندارم کیه، وابسته نیستم به ایمپلمنتیشن اون. و بعد همونطوری که داشتم میگفتم اگه بعداً قرار شد به جای یه دونه پروگرام چند تا پروگرام انجام بدید، دیگه لازم نیست برید چیزی رو توی ایمپلمنتیشن رو تغییر بدید. آقا من یه آرای لیست از پروگرام ها میگیرم، هر کی اومد به جای اینکه ست پروگرام بکنم ادش میکنم به اون آرای لیست، یه لوپ میزنم روی اون آرای لیست و میگم که خب هر کسی که اینو ایمپلمنت کرده بره کارش رو انجام بده، پروگرام دات ورک روی اون آبجکت آرای لیستی که وجود داشته. این مواردی که تا اینجا گفتیم یه خیلی خیلی خلاصه و در واقع نگاه کلی به سالید بود. سالید در عمل پیاده سازیش به نظر من کار سختیه، یعنی تبحر میخواد، تبحر در واقع حاصل تجربه است، باید آدم اشتباه بره
و بعد برگرده فکر کنه که چی رو میتونم الان بهبودش بدم. حتی همین الان هم من وقتی که یه کدی رو مینویسم ممکنه بعدش مثلا وقتی که قبل از اینکه مثلا پول ریکوستم رو سابمیت کنم یه ذره فکر کنم ببینم این سالید رو رعایت کرده، چیزی رو هست بتونم توش ایمپروو بکنم، کاری هست بتونم بهتر از این انجام بدم و بعد مثلا پی آر ام رو سابمیت کنم. واقعا با تجربه به دست میاد، ولی همین که آدم بدون چیه آگاه باشه که سالید رو ممکنه کدش سالید رو رعایت نکرده باشه و بیاد دونه دونه این اصلا رو روی کدش چک بکنه، باعث میشه که تو طول زمان خیلی بهتر بشه، برنامه‌نویسیش قوی‌تر بشه و رشد بکنه. توی حالا من قرار هست که در آینده احتمالا حالا نمیدونم کی دقیقا، ولی در آینده یک کارگاه تست خواهیم داشت که توش احتمالا چند قسمت خواهد بود، توش یونیت تست و اینتگریشن تست و انتومن تست رو با هم خواهیم نوشت و توی اون به سالید زیاد اشاره خواهیم کرد. در واقع باید سالید رو بدونه که بیاد بشینه تست بنویسید، وگرنه حفظ کردن ماجرا میشه. امیدوارم این به درد خورده باشه. اگه سوالی داری یا چیزی هست که من میتونم کمک بکنم که من در خدمتم، اگه نه فکر کنم بچه‌هایی هم که اونجا هستن و خودتونم یه دی آشنا بودن با این موضوع، شاید بتونید به هم کمک کنید. خب اگه کسی الان سوالی داره جای آن یک سوال بود آره بود آره سوال خیلی خیلی خوبیه. آره ببینید، شما کلاس در واقع وقتی که میدونید که آبجکتی که دارید میگیرید اگه dependency inversion رو رعایت نکنید، در واقع خودتون رو در برابر آبجکت های ورودی جورایی میاد محافظت میکنید. ممکنه واقعا کلاستون یه مدل آبجکت رو بخواد بگیره، دیگه اونجا dependency inversion خیلی براش معنی نداره. یعنی برای یه دونه کلاس نمیرید برای همونم یه دونه اینترفیس بنویسید، مگر اینکه خب ببینید که اینترفیس جای دیگه هم ممکن استفاده بشه. ولی اگر رعایتش نکنید مجبور به کد دوپلیکیشن میشه. این در واقع هنر برنامه نویسه که تشخیص بده که خب من الان کلاسم آیا ممکنه اکس. همیشه میتونید به این موضوع فکر بکنید که این کلاس من در آینده آیا قراره همین کار رو فقط بکنه یا نه. این سوال معمولا خیلی به آدم کمک میکنه، چون وقتی که دارید یه برنامه رو طراحی میکنید شما به عنوان برنامه نویس ریکوایرمنت های برنامه تون رو میدونید، میدونید که این کلاس داره چی کارا میکنه و با همون قراردادهایی که میدونید برنامه تون رو مینویسید. و ریفکتورینگ هم یه سری جاها به درد میخوره. شما ممکنه بگید خب من با ریکوایرمنت های فعلی برنامه این برنامه داره همین کارو میکنه، اگه یه روز دیگه دیدم خب ریکوایرمنت های برنامه من عوض شد، حالا دیگه آره میام ریفکتور میکنم، میبرم پشت یه چیز دیگه قایم میکنم. در واقع وقتی که شما کدتون رو اینجوری نوشید به خود این کد ایرادی وارد نیست، به این کد زمان ایرادی وارده که شما قرار باشه پروگرامتون اینجا چند تا کار رو بکنه، چند مدل مختلف پروگرام داشته باشه. اگه فقط شما بدونید ورودی و خروجی برنامه‌تون همینه، آره نوشتن یک اینترفیس برایش همونطور که شما هم گفتید میشه اوور انجینیرینگ، چرا این کارو کردید اصلا. ولی در واقع همونطوری که خودتون گفتید اینه که اوور انجینیرینگ زمانی میشه که دیگه خیلی همه چیز رو شروع بکنید اینترفیس نوشتن، چون دارم اینترفیس می‌نویسم. این جواب درست نیست، این که من بخوام همه جا از دیپندنسی اینورژن استفاده بکنم. من یه مورد دیگه هم می‌خواستم اضافه کنم، حالا آرش اگه خواست تصحیح بکنه. یه مسئله دیگه که مثلا یه چیز کلی که تو قانون هست که میگه های لول ماژولا نباید دیپند بشن به لو لول ماژولا. یعنی یه اتفاقی که میفته مثلا میام شما شاید از توی اگه بخواید کلین آرشیتکت بسین ست اپ هم ست لایه داشته باشین، شما از توی ریپوزیتوریتون یا از توی مثلا پرزنتراتون بیاید توابع مثلا مربوط به لاجیک رو کال کنید، مستقیما اون کلاس یوز کیس رو مثلا کال کنید، اون باز خیلی اوکی تره اکثر مواقع اوکی. حالا بعضی وقت شاید بخواید اینترفیس بزنید، ولی یوز کیستون به هیچ عنوان نمیخواد بدون آقا شما اون باز ام وی پی نوشتین، ام وی وی ام نوشتین، نمیدونم کار دیگه ای کردین، اون قرار نیست خبر داشته باشه. چون تو اون فرآیند ریفکتورینگ هم کار شما سخت می‌کنه. شما اگر مثلا منطقتون بر اساس اینه که اوکی اون بار همیشه ام وی پی دیگه، لاجیکتون وابسته است به اون سیستم اون بار تو، یا برعکسش باز به اون بار تو ریپوزیتوری وقتی این بود دیتابیس کار می‌کنه. یعنی فقط دیگه هم سوال داره چیز در مورد این من گفتم. خیلی درسته، موضوع خیلی درستی رو گفتی، کاملا تایید می‌کنم. سوال Mm-hmm.
خب شما اول دو تا سوال دارم، یکی اینکه سرویس کار رو چی تعریف میکنید، این رو جواب بدید. من نمیدونم منظورتون از سرویس کار چیه. اینو این دیتا رو توی آداپتر داره از وب میخونه. میگن آره از سوال دکتر. آها خب خب من این سوال رو با یه سوال دیگه جواب میدم. به نظر شما کار آداپتر چیه؟ حالا اصلا من منتظر جواب نیستم، چون هر کسی تعریف خودش رو از آداپتر داره. به نظر من آداپتر کلاسیه که روی دیتای موجود میاد لوپ میزنه و اصلا پترن آداپتر دیگه، میاد یه سری اطلاعات میخونه لوپ میزنه و به شما تحویل میده. حالا توی کیس ما تو ریسایکلر ویو میاد میذاره، تو ریسایکلر ویو میگه نشونش بده، رندرش کن برای ما. ولی به نظر من این غلطه، اینکه شما توی آداپترتون بخواید منتظر یه سری دیتا اسینکرونس باشید. به نظر میاد اشتباه توی معماری نرم افزار بوده. چون مثلا ما فکر کنید که میخوام یه نمونه عینی و مثلا مثال واقعی بزنم. ما مثلا فکر کنید از خود اسپاتیفای مثال میزنم. وقتی که شما یه چیزی رو سرچ میکنید توی اسپاتیفای، من چون توی تیم سرچ هستم، چه اتفاقی میفته؟ شما یک وارد فرگمنت سرچ میشید، چند تا اتفاق اسینکرونس همزمان با هم داره میفته. یک، من کاری که میکنم اینه که خودم رو با یک آرکس ابزرویبلی میام سابسکرایب میکنم برای سشن استیت. سشن استیت یه کلاسیه که به من میگه که شما آنلاین یا آفلاین یا پریمیومی یا سشنت کلا توش چیه، این کاربر کیه، اطلاعاتش چیه، و اسینکرونس هم برام میاد. یه دونه ریکوست ممکنه فایر بکنم برای بک اند، بگم مثلا اطلاعات این کوئری سرچ من اطلاعاتش بهم برگرده. یه متد، یه دونه در واقع ریکوست دیگه است. یه ریکوست ممکنه بزنم میگم خیلی خب یه متا دیتا از این اطلاعاتم برام برگرده، مثلا بگو ایمیجاش کجاست یا مثلا اطلاعاتش رو اینا رو بهم بده که من بتونم با در واقع پاپیولیت بکنم، رندرش بکنم. این ریکوست ها جاش زمانی که من دارم شروع میکنم هر کدوم از این المان های سرچ رو رندر میکنم نیست، جاش اینه که من باید یه سری اطلاعات رو بگیرم، یه پایپلاین اطلاعاتی بسازم، اینا رو اینجکت کنم توش، بره برگرده وایسم، همه اینا جمع شه و بعد شروع بکنم رندر کردن با اطلاعات موجود. من اگر به شخصه به فرض ببینم که کسی توی آداپترش شروع میکنه نتورک ریکوست میزنه، به نظر من این قطعا سینگل ریسپانسیبلیتی رو رعایت نکرده. برای اینکه جای حالا ممکنه سینگل ریسپانسیبلیتی رو رعایت نکرده به خاطر اینکه معماری اشتباهی استفاده کرده ها، یعنی ممکنه درست کردن اون پروژه یه مقدار یه ریفکتور خیلی گنده یا حتی مثلا ری انجینیر میشه توی بخشی از پروژهش. ولی من اگر توی آداپتر ببینم همچی اتفاق افتاده، به نظر من کار اشتباهی رو انجام داده، نباید. آداپتر کارش اینه که شما یه اطلاعات مخصوصا توی ویو هولدر پترن، که اصلا یه پترن خیلی خیلی ساده ایه، باید یه سری اطلاعات بایند کنید به یه ویو تحویل بدید. نتورک ریکوست زدن این وسط یه کار اضافه است. حالا شما فکر کنید مثلا ما شد جلسه بعد، مثلا شد جلسه کارگاه تست، میخوام بشینیم با هم برای این پروژه تست بنویسیم. تست ما باید یک ویو هولدر شما رو تست کنه، دو یه نتورک ریکوست رو ماک کنه، جوابش هم ماک کنه، برگردونه به شما، بهتون بگه که خب حالا این اطلاعاتی که بهتون دادم و ببین اول اطلاعات درسته یا نه، بعد ببر بذار تو ویو هولدرت ببین اونجا تونستی رندر کنی یا نه. یعنی اصلا یه قول بیشاه خودم میشه تست نوشتن برای همچی ویو هولدری. این نظر من، حالا خب شاید بقیه نظر من. من یه چیزی نمیدونم الان دوستون دقیقا منظورش این بود که مثلا رتروفیت رو مستقیما از اون تو کار کنم، بیان که نه مثلا بایندش کنیم به پرزنتور یا ویو مدل از توی آداپتور دیگه از توی اکتیویتی فرگمنت بعد نشه. دومی بود یا اولی بود اصلا؟ خب یه چیزی هم بگم، این موضوعی که من الان گفتم اینجوری نیستش که بگم من صدای خودم رو میشنوم، میشه صدای من رو قطع کنه؟ مرسی.
این موضوعی که من میگم ممکنه خود منم تحت یه شرایطی تحت یه زمانی این کار انجام بشه، ممکنه اصلا این کد لگاسی باشه. مثلا ما الان تو خود اسپاتیفای اینجوری نیست که بگم همه کد رو زرق و برق داره دیگه، استیت آف دی آرت. یه کدی که نگاه میکنیم مثلا مال 5 سال پیشه، آره آنتی پترن توش هست، مشکلاتی داشته. الان ممکنه وقتی ریفکتور میکنیم بشینیم خب مثلا 10 تا سافتور انجینیر بالا سرش بشینیم بگیم اینجوری درستش بکنیم یا اونجوری درستش بکنیم، پی آر بدیم 4 نفر روش نظر بدن رد شه درستش بکنیم و اینها. ولی آره نظری که شما دارید به نظر منم غلطه، ولی باید نگاه بکنید این کد چه زمانی نوشته شده، توسط چه تیمی نوشته شده، چه دانشی داشتن اون موقع، و نمیشه در واقع با یه کد اینطوری. من قضاوتشو نمیکنم، ولی خب به نظر من کار درستی نبوده اون موقع. سوال دیگه یکی هم مثل که این طرف سوال بدات اینجا بله. حالا من نمیدونم، من حد زدم گفتم شاید منظور اینه که لاجیکو داره از فرگمنت بعد نمیشه پرزنتر داره لاجیکو کار میکنه. حالا اینو من دیدم، حالا این یکی رو شاید بشه داره بهش نگاه. خب این چه موردی هست یا باش؟ من چون نمیدونم چطور ممکنه که نه مثلا آداپتر خب دیتاش داده اینفینیتی میاد، بعد همونجا چیزو نذاشته، ریکوست نذاشته. مثلا یه پرزنتره که پرزنتره متعلق با آداپتر است، یعنی مثلا نمیره از مسیر اکتیویتی رد بشه مثلا بره توی. خب من الان احساس میکنم بین پرزنتره آداپتره رو کال کرده برو نمایش بده، بعد آداپتره داره پرزنتره میگه حالا این کارو بکن، حالا برو مثلا قسمت بعدی رو برام لود کن. به جای اینکه در واقع از مسیر فرگمنت رد بشه دیگه، یعنی خب اصلا نباید این اتفاق بیفته. این به نظر من این کدش اسمیه، این کد ایراد داره، چون که در واقع شما یه لوپ بین پرزنتر و آداپتر ایجاد کردی. پرزنتر راجع به آداپتر میدونه، آداپتر هم راجع به پرزنتر میدونه. این به نظر من درست نیست. اگر که با اینترفیس در واقع باشه، چون ما در واقع پرزنتر هیچ وقت ویو رو کال نمیکنه دیگه. پرزنتر یه اینترفیسی از ویو کال میکنه مثلا، که حالا اون تو اینترفیس ایمپلیمنت شده باشه توسط آداپتور. خب تو این مثلا فکر کن از دگر برای دیپندنسی اینجکشن ایجاد کردی، الان یعنی تو بین دیپندنسیات لوپ دیگه، چون در تو گراف چیزی که ساختی پرزنتر اینجکت شده توی اون، حتی اگه اینترفیسش اینجکت شده باشه آداپترت هم اینجکت شده تو پرزنترت، هر دو تاشون تو هم هستن. خب خب یه کاری که شما میتونید بکنید اینه که میتونید به اصطلاح دور کلاس هایی که میبینید داره براتون مزاحمت ایجاد میکنه، براشون رپر میتونید بنویسید. میتونید یه کلاسی بنویسید، یه رپری برای تکست واچر بنویسید، تکست واچر با اون کلاسی صحبت کنه و اون کلاس اینترفیس ها یا یه سری مثلا در واقع API اکسپوز بکنه برای کلاس های که میخوان از اون تکست واچر استفاده بکنن. مثلا ما وقتی که داشتیم چیز می‌نوشتیم، اون ادیت تکستی که توی سرچ اسپاتیفای می‌بینید اون بالا، وقتی می‌رید تو صفحه سرچ، اون چیزه، اون یه کاستوم ویوه، چون دقیقاً همین مشکل خوردیم. ما ادیت تکست رو می‌خواستیم یه سری از قابلیتاش استفاده بکنیم، بعد دیدیم مثلا باید 20 تا اینترفیس ایمپلمنت بکنیم، اومدیم یه رپر برای ادیت تکست رو نوشتیم و اون چیزایی که خودمون می‌خواستیم رو اکسپوز کردیم به کلاسایی که می‌خواستن با ادیت تکست ما صحبت بکنن. و برای مثال بخوام یه نمونه بگم، آره دقیقا همین، ما تکست واچر می‌خواستیم در واقع تکست وقتی که داره توی ادیت تکستی عوض میشه بتونیم کوئری رو بگیریم، به بک اند کوئری بزنیم بگیم خب آقا مثلا الان مثلا کاربر نوشت A، الان نوشت A B، الان حالا چی نوشت. و اومدیم یه دونه چون می‌خواستیم حتما این توی پروسه آرکس جاوا قرار بگیره، اومدیم یه رپر براش نوشتیم، بعد اینو تبدیلش کردیم به یک ابزرویبلی که امیت می‌کنه یه سری مثلا ایونت رو امیت می‌کنه، میگه خب حالا آن نکست مثلا کوئری اینه، حالا آن نکست کوئری مثلا یه دونه حرف اضافه شد، کم شد، فلان شد. و چون همه قابلیت‌های دیتکشن می‌خواستیم و یه سری به قول شما اینترفیس هایی داشت که ما استفاده نمی‌کردیم، توی رپر جمعش کردیم که اون کد وارد کد اصلی نشه، تو همونجا تو همون محفظه که براش نوشتیم قرار بگیره. با رپر میتونید این رو در واقع حلش بکنید. دیگه کسی هست سوال داشته باشه جایی از کد عقب‌تر جلوتر؟ خب فکر کنم که
خب باز بعدا اگه سوالی هم بود تو گروه میتونید بپرسید، من منشن کنید میتونم جواب بدم. اسلاید قبلی رو میگه اگه میتونید بیه بچه کنید. آره ظاهرا همین رو میخواستیم. یه رس هر بان دوشید. آها اوکی خب اینو من چیز میکرد هیچی. دست درد نکنه آرش، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب خیلی خوشحال شدم و دست همگی درد نکنه که اومدید، دست بچه های برگزار کننده هم واقعا درد نکنه که همیشه زحمت میکشن. من حالا توی فرصت بعدی ایشالله اگه بشه ارائه تست خواهیم داشت با هم دیگه، که تست با یعنی در واقع لپتاپ ها رو میاریم و شروع میکنیم با هم تست مینویسیم و در واقع سعی میکنیم که تی دی دی هم کار بکنیم ایشالله. خیلی خب خسته نباشید، دستتون درد نکنه. ممنون از همگی که گوش دادید.